میخورمت، گاز میزنمت. خب بریم ساندویچ خودت هم درست کن و بریم برای خوردن. آها الان برای خودم هم یکی من بکرم نصفشو میخوری. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ یه صبح زیبا و سرد در شهر تورنتو با ولاگ بارفیقام. بارفیقام، بارفیقام. خب امروز میخوام بریم پیش یکی از رفیقای خیلی خوبم، علا فرجی، صاحب قصابی ساتور. بریم تو ببینیم که آقای فرجی وقت به ما میدن یا نه. سلام علیکم. فرجی دست برست، از دور سلام. سلام علیکم. خوبی کنم. یکی دو شرطی اکسرالی، منه مایی. الان میخواستم اینجا رو نشون بدم که بعد دنیز کیچن اونجا هم هست. الان این چی بود؟ آقا بریم؟ باش تا یه ساعت. ها، واسه گوگل. اول ما اینو بزنیم به شما، صدای شما رو بشنویم، پایین بزنی اوکی. اینجوری خوبه. 1 2 3. خب، افتخار میدید که تشریف ببریم از این مغازه‌تون بیرون؟ نه. چرا؟ من اینجا رو زندگی من اینجا است. خوشو. چقدر؟ بله. 1 2 دقیقه دیگه. 2 دقیقه. دو دقیقه تون این بود؟ 10 سال بعد بریم. شب چنین روزی تو خیلی بودیم که اولیم فرزنده سیستم نمیم بود. آه ببخشید من ماشینم یه کوچولو یه چیز هست این مرسدس بنز اگه بدونه که ما از ماشینش چه استفاده هایی میکنیم خودکشی میکنه. داداش این وانته یا مرسدس بنز؟ یعنی ما جنسامون رو اینجا احتکار میکنیم، برنامه های حساب داریمون اینجا هست، بعد میخوابیم اینجا. یه جایی بزن که این میکروفونش به سمت خودت باشه. نه اونجا میپیچه، بزن مثلا به اینجایی. صدا میاد تو اینجا؟ آره. بعد من داره حرف میزنم هی اینجوری باید بکنم؟ نه عزیزم اینجوری هم میتونم. با عرض سلام خدمت تمامی بفرمایید. اما من بذاری من رادیو رو خاموش کنم، من یه صحبت کپی رایت میمیده. میخوای خودت رو نگاه نکنی، اینجا رو نگاه کن که دوربینه. خب بگو 1 2 3 3 2 1. خب حرکت کن. حرکت میکنیم میرید. قراره شما حرف بزنی یا من حرف بزنم؟ اول موزت رو روشن کن. دوتایی با هم قراره صحبت کنم. 1 2 3 برو الان. من روزش نه حرکت دیگه من اصلا حرکت. آخه من الان حرکت بدم تو جو برم سمت راست؟ آه نمیدونی کجا بریم. به من موزه رو روشن کن. من کمرم دارم از این داشتم محلی میشودم یه لحظه. خب آقای فرجی اینکه من اول بدهن بدون اینک این گروه با اون ماشین بنزین نداره در؟ نه این نه اینم که خالیه. فکر میکنم اون پشتیه هستش. اون پشتیه رو میداره در بیر. ببخشید شرمنده. کالکشن عینک های آقای این آینه میفته توش. بعد دوربین الان از اون تو من داره میبینیم. خب نیست دیگه همین. آه خونه گذاشتم. بریم خونه. اول من دوربینم و عینک همون بردارم. خب الان بریم به سمت برو به سمت پمپ بنزین که همیخوا بنزین بزنیم. کارواش باز بده که این هر وقت میشه. پلیز ریچ. خب مرسی. ریموو نوزل. یو دیدن چوز. چوز کردم دیگه. سه دفعه که اینا چوز زده دیگه. آها یه خوب نمیزن آقا. نداره شاید داره میزنه دیگه. چرا بوق میزنه؟ مریض سرد شد. من به مبارکی امروز یه لوتومکس گرفتم 30 میلیونه.
زیرش اینجا رو یه امضا بزن، یه امضا من میزنم که اگه بردیم نفری 15 میلیون دلار بذاریم جیبمون. بگرفتم. خب برو. خب الان میرم بذارم بعد زنگ بزنم دو تا کارت. سلام علیکم. شما را کارت. ان الله. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. Hi, come here, come along, shop, sugar, room, cream. Yeah, not for her. And then try to keep on. Yeah, for me is like a simple, you nice see that. Simple. Thank you so much, Ann. Have a good day. You too, bye. دو کیلو چرخی میکس، بله. خب آقای فرجی. بله. بیایم نظره توی ولاگ بنیس. من در خدمت تو هستم. یه سری سوال رو حتما شما فالو بکنید. البته خب فالو کردید که الان داره میبینید دیگه ما را اگه فالو نمیتونید فالو هم نکنید میتونید ببینید سابسکرایب بکنید اون زنگوله رو بزنید دیلینگ اگه نکردش دوباره بزنید اینقدر بزنید قطع بست بشه تا سابسکرایب نشه بله خب یه سری سوال من میتونم یکی که شما چند سال فنا دارید من از بعد ورود به کانادا 24 سال شد انگار همین دیروز بود این دیروز بود نه بعد همین دیگه سوال شما رو جواب دادم 24 سال خب از اول تو کار قصابی بودی یا نه؟ نه من از اول که اومدم اینجا رفتم حمالی کردم تو همون کار میکردم دلاکی میکردیم هات‌داگ فروختیم ساندویچ فروختیم چیزایی که غذا به شکم رد داره چون من خودم آدم غذاخور نیستم و زیاد از این چیزا خوشم نمیاد هات‌داگ میفروختیم ساندویچ میفروختیم قابوس خالی میکردیم بار بردیم باغبونی کردیم نقاشی کردیم کار درایوال کردیم آهنگری کردیم پنجره ساختیم کردیم کارهای وکیل بازی کردیم خودمون وکیل نبودیم ولی کارهای وکیل بازی کردیم در حدود امیگریشن بعد دیگه چی کار کردیم میکانیکی کار کرد بعد دیدیم همه کار کردیم قصابی نکردیم بعد رفتیم یه جا گوشت بخریم افتادیم تو گوشتون هیچی دیگه بیکارم بودیم تصمیم گرفتیم چند روزی بریم از این بیکاری در بیاریم قصابی یاد بگیریم این یاد گرفتن ما تقریبا 11 سال طول کشید و دکترای پی اچ دی قصابی رو ما گرفتیم از یکی از قصابای مشهور دنیا بعد گفتیم خب برو بر خودت یه دونه باز کن خودمون به خودمون گفتیم تو آینه بعد رفتیم باز کردیم بعد شد ساتور و الان ساتور و این ساتوری که میبینید وقتی بهنام اینو میبینه تن و بدنش میلرزه یعنی سرد میشه بدنش یخ میزنه چون سر اون ساتوری که اون وسط هست من فکر کنم تقریبا 94-5 روز بهنام رفت اومد دعوا کردیم زدیم گریه بغض و بالاخره به اینجا به اتمام رسید یه نکته بگم که ساتور الان یکی از معروف ترین قصابیای شهر تورنتوه و اینکه فقط هم قصابی نیست یه سری پروداکت‌های خاصی داره از طرف گوگل بهترین پوچه شاپ در ریچمونت عادی خودت تعریف نکن بذار من تعریف نگفتی گفتی بعد یه گوشت‌های مرینیدی داره که هیچ جا ندارن زیتون پرورده و ترشی و یه سری اینجور چیزایی داره که همه رو خودشون درست میکنن و یه سری خاصی خود دست خودم یعنی اصلا الان رفته توی این تیکت 30 میلیون دلاریمون که قراره ببریم 24 سال ضرب در 52 هفته بکنی میشه یه چیزی تو مایه‌ی 1,722,856 دفعه من در مورد این فکر کردم حداقل تو این 24 سال که اگه این 30 میلیون 60 میلیون من ببرم چیکار کنم چیکار میکنم هنوز نمیدونم برای همین گفتم نبرم بهتر برای همین نمیخرم اصلا دیگه خب حالا خب. بریم سمت سوالای بنیز که چنی بله خوش فیوریت غذای ایرانی چیه فیوریت غذای ایرانی من بیف استروگانوف ایرانی قرمه سبزی واقعا فیوریت غذای من با من یکیه خب فیوریت غذای غیر ایرانی فیوریت غذای
غیر ایرادی من میتونم بگم پستا جزء غذا میشه؟ آره پستا ولی نه ماکرونی ایرانی نه با پوزش از تمامی ایرانیان عزیز ماکرونیتون عالیه منم خودم دوست دارم اون تعریفشو ولی پستایی که خودم درست کنم تازه برای خب بگو پاستای چی چون من اگه صد هزار میگم پاستا دارم مثلا پاستا پستو من پاستا پستو اینا رو معمولا تو خونه آشپزخونه یخچال رو باز میکنم هرچی دارم یه چیزی یعنی معمولا سعی میکنم پاستایی که میگیرم از جای خوب باشه از مغازه خوب باشه که چیز خوب درشه خوشمزه ترین غذایی که تا الان خوردی و مزدش همیشه زیر زبونت هست چی بوده و کی درست کرده بوده؟ واو چه سوالی کردی خب خیلی من غذای خوشمزه خوردم ولی خب معمولا مادر، خواهر، زن اینا بهترین غذاهای دنیا رو درست میکنن معلوم هستن دیگه دیگه اصلا سوال نداره اگه این قسمت رو نمیبینن بعد بهتون میگم کیا درست کرد نه آقا غذا همه خوشمزه است دیگه منم چون غذا دوست دارم خوشمزه ترین غذا میخوام بگم تو درست کردی تو اصلا غذا درست کردی من ببخشید همه غذا رو دوست دارم ولی یه مقدار از تکبر نشه من غذای خودم فقط دوست دارم اینه. امروز ما با هم دو تا آپشن داریم یا اینکه بریم خونه شما یعنی بریم خرید بکنیم بریم خونه شما من برای شما آشپزی بکنم تو آشپزی بکن یا الان اینکه... همه حرفایی که من زدم که ببخشید و شرمنده و که فقط من غذا خودم رو درست باید بکنم و اینا نه الان به نظر من شما توی این هوا یه لحظه تشریف ببریم مغازه من یه تیکه گوشت کوچولو بردارم آه یعنی تو منزل ما ایراد داره نه میخوایم چیز چی شکنی کنی تابو شکنی میخوایم بکنیم امروز من خدا اولین بار من میخوام غذا درست کنم اینه میدونی آقا رست درست میکنم طول نمیکشه؟ نه پرایم روست درست میکنم نه یک دو ساعت بیشتر دو یعنی درست کردنش درست میکنی میزنی تو گاز دو ساعت سه ساعت دیگه برمیداریم دیگه تو میونم هزار تا کار داری اونو درست میکنم تو وسایلی که الان لازم داریم و داری یا باید بریم بگیریم گوشت باید بگیریم کجا بریم حالا گوشت قصابی خوبی شازین در خدمت شما من میریم گوشت کنم اون روست رو داشته باشم یک گوشت اید شده قدیمی راسته بیف تریپل ای پرایم دومش خودت تا حالا به عنوان مشتری رفتی تو مغازه؟ نه سلام عزیزم گفتی یه تیکه گوشت میخوام از ساتور یه گوشت دیگه هر چیزی رو کنم گوشت هم سفارش بده آقا گوشت ما رو به ما بده چیزی بوده همین همین آره به کاغذ کاغذ پشت الان قراره اینا من تو بخوریم الان نقرس نگیریم نه دیگه درست میکنیم همه بخورم دیگه همه کی هست بچه های کشتنه اون بر کشتنه اون بر دور برده فلایتی کارگردان نویسنده گیری نور یه اوبر میگیره بعد برای شمال ماشین رو میدم دیگه یه هستش که خیلی گوگل مجیدیه عزیزم اومدی خرید خونه یا اینه الان برای غذامونه خوشمزه یه پیاز شلوت پیاز صورتی هم بهش میگن ریواس هم دارن
این کرایی که آقای استاد میخواستی. خب دیگه کجا میریم الان؟ الان میریم به سمت منزل. سلام علیکم. آقا کفش در رو نه اینجا مسجد. مسجد خونه هستم. بپیچم براتون. بپیچم. حالا من خونه هستی هم میرم من میگم. دست خالی اومد اونا هم میگن نه آقا این حرفا چی خونه خودتونه. ولی خب آقا من با اجازه شما برم یه میکاپ بکنم نه لباسم رو عوض کنه بده این آدم بشم خستم کنم بپوشم بیام. خب ببین همین جوری که داری کارت انجام میدی توضیح هم بده دیگه. میدونم عادت نداری به اینکه داری آشپزی رو کنی واسه کس توضیح بدی، ولی خب برای ما باید توضیح بدی. این گوشتی که به الان استفاده داره میکنم به نام گوشت بیف هست یا گاو هست و قسمت راسته گاو هست و تقریبا 4 هفته اج شده این گوشت، یعنی اینو 4 هفته نگه داشتن توی یخچال بیات شده. حالا ما میخواییم این گوشت رو یه رست خوشگل و خوشمزه یه میکنیم. هیچ کاری نداره، یعنی اصلا نمیخواد آشپزی انجام بدیم. این پودری که مورد پودر میکس ما هستش که در حسابی ساتور داریم، اینم اصلا فکر کنید مثلا کم بریزید و اینا، نه. برای اینکه شما این سطح گوشت رو نگاه نکنید، کل گوشت رو نگاه کنید که این کل این نمک فلفل میخواد بره. نمک فلفل که نه، این ادویه سیکرتتونه. آره این ادویه سیکرتمونه و این هم یه مقدار هربای خوبیه. چیکارش میکنه این؟ اینو بعد میذاریم دوش. فقط من یه مقدار این تموم شد، مرینت شد و همین راحتی. لیمو رو میخوایم، چوبوی چیز میزونو. خب سیر هم که داریم، دارچین هم داریم، کره داریم، نخ پشتتون داریم. این نخ ما چیکار میکنه؟ این نخ برای گوشت پیچیدنه، نخ نسوزه. من شوخی میکنم، نخ نسوز نیست، نخی هستش که عصبی استفاده میکنن برای پیچیدن گوشت. چجوری میپیچیم؟ یه گره میزنیم اینجا، یه مقدار مثلا اندازه 32 متر و نیم. فقط این سایزش رو یادتون باشه، حتما 32 سانتی و نیم باشه. بسطش اینو خفتش رو میگیریم از این ور. یک حالا این خس و خاشاک نمیدونم گیر کرده دعواشون شده اینجا. الان خدا وکیل جلو دوربین تا حالا آشپزی نکرده بودی؟ نه الان داشتم همین فکر رو میکردم که کاملا از حرکات مزخرف دست و پا میلر. الان میگم خب این دیگه ببین اینو فقط میپیچونیم. حالا توضیح اینو بدم، اینو ما فقط با این نخه میپیچونیم که دلیل اصلی که اینو ما میپیچونیم گوشت رو میپیچونیم. البته شما موقعی که گوشت های اینجوری برای رست میگیرید خیلی اگر به مغازه قصابی رفته باشیم که گوشت های به قول معروف یه مقدار غیر ایرانی رو کار کرده باشه خیلی براش راحته که این گوشت رو براتون بپیچون. دلیلی هم که این گوشت رو میپیچونیم این هستش که اون شیپ خودش رو
نگه داره، برای اینکه وقتی این گوشت تو آون میره یا سرخ میشه گوشت خودش رو ول میکنه و شیپ خودش رو نخواهد داشت. شاید شعور اگه این شیپ خودش رو. سلام شیوا خانم. سلام علیکم. ببین شیوا، سلام. یعنی همین چند ثانیه پیش بود؟ شمردی؟ شاید 32 ثانیه پیش بود یا 31 ثانیه، همجوری داره کم زیاد میشه. 33 ثانیه پیش، 35 ثانیه پیش داشتم میگفتم شیوا جات خالیه که الان اگه بودی اینجا بودی، پشت دوربین بودی یا جلوی دوربین بودی که آقای برنابخان گفت شیوا خانومه. یعنی در حال ما همچنان به فکر شما هستیم. گفتی دسته رو گفتی؟ بله بله. شیوا یه عکس برای فرستاد، همین الان نگاه کن ببین داره حالا چیکار میکنه. آه این داره فیلم میگیره. من میگم که راست این فیلم. آره شیوا گوشتم دوست داره دیگه. ببین این هربا رو ما فقط میذاریم که بوی اینا بره این تو. شیوا فقط خواستیم جا تو خالی کنیم دیگه. میدونم الان استانبول ساعت خوابته، برو بگی بخواب، من غذا رو که خوردم برات تعریف میکنم. میرم اصلا مقصره یاد میگیرم میام اونجا برات درست. ببینید اینجا همه دارچین ما داره میزنیم. الان در مورد دارچین هم دارتون قربانتون قربان. ببین چوب دارچین رو استفاده میکنیم که همچون که میبینید و این الان تقریبا تا اینجا حله. حالا ما توی اینا اینجوری سولاخ میکنیم، هر سولاخ گیر میکنیم یه دونه سیر. من نمیدونم somehow خیلی عشق سیرم، فکر میکنم با همه غذا سیر خوب میشه، بلعخص منافقین و سلطان، بلعخص با گوشت رست. حتما نباید مثلا کجاش باشه و اینا. چون گوشت این اید شده هستش، بسیار این گوشت نرم و قربون داده به ایج کردن گوشت هم بگیر. ایج کردن گوشت هم همینجور که گفتم الان این ایج بود. یه مقدارم لیمو هم این منورش میذاریم. گوشت اینجا یا تو اروپا یا کانادایی ها که میگم، کانادایی ها ایتالیایی ها که خیلی خدای این کار هستن، معمولا گوشت رو حداقل 3 تا 6 هفته اینا رو توی یخچالشون، یخچاله البته مخصوص دارن، این گوشت رو آویزون میکنن که این گوشت اج بشه به قول خودشون، یا ما میگفتیم بیات بشه. گوشت بیات خوبیش اینه که اون آب خودش از دست میده، آب گوشت رو، و این انگار آبغند رو بردارید شما آبش از دست بده غلیظ میشه، مزه گوشت بیشتر به زیر زبان شما میرسد، به سمع و نظرتون میرسه. غیر از اون درباره اجمیت، غیر از اون گوشت چون ریلکس میشه، چون آروم میشه، اون گرفتگی های محکمش از دست میده و ول میکنه خودشو. از لحاظ اینکه گوشت خراب نمیشه، نه، برای اینکه گوشت وقتی برش خورده میشه این سلولاش مولکولاش وقتی داره اج میشه میره تو هم دیگه، یه لایه اینجوری سخت تولید میکنه که توی گوشت اون هوا و باکتریا نرن. سو از اون لحاظه دیگه چیا بودش؟ آه وقتی گوشت رو میبرید رنگ گوشتش صورتیه، صورتیه گوشت نرم میشه، خوشمزه‌تر میشه. معمولا اگه توی بوچه شاپای ایتالیایی برید بگید
گوشتتون تازه است که خوره براشون مسخره است، خنده داره که گوشت تازه برای چی میخواد. اینه میمونه مثلا شما توی قصابی ایرانی برید بگید آقا گوشت کهنه داری؟ تو اینم اونجوری. خب اینو تقریبا کارمون تمومه. قبل از اینکه این کارا رو انجام بدین اونتون رو بذارید روی 450 فارنهایت پری هیت بشه، حاضر باشه. بذارید اینو دیگه بذارید اونتون حاضر باشه. اون سرد رو نذارید. قابلماتون هم که خونه‌های ایرانی معمولا اینجا چه قابلمه است. قابلمه رو اول در بیارید بعد اون رو روشن کنید. خب پس این الان فقط میره تو فر و میره تو فر 450 نسبت به وزنش. آقای قصاب یا خانم قصاب بهتون میگن که این قرگوش چه درجه ای چند ساعت بمونه. میذاریم برای 450 روش فویل میکشیم. بعد از 450 درش میاریم. بعد از یک ساعت 450 بعد از یک ساعت درش میاریم. فویلها رو بر میداریم، آون روشن همجوری میذاریم که روش کریسپی و خوشگل بشه. میریم قسمت بعدی. آقا این میونه فقط حالا رفت میشه نمیشه. من اینا دیوانه شدم که به شما نشون بدم و میخواد باسی. ببین این یکی از میوه‌های مورد پشن فروته ایزی که این بایه ها هست. ببین اینو چیکار میکنم؟ یه خورده میتراشیش، یعنی نه که از زیر که میوهش از اونجا جدا شه. گاز بزنش. هسته هاشو میجوی خوشمسته هم میشه. آره به اینجوی جیله ایه. خیلی سرفایی بود. اینو نخورده بودم تا بود. حسن کردم پشن فروده ولی شبیه به پشن فروده. بعد تنها میوه یه که بکنم هستشو میکنه خوشت میاد. خب ما میریم مرایل اونجا رو حاضر کردیم، آماده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درش میاریم. الان تقریبا یک ساعت و چقدر بود این این نزدیک با درست شدنش اینو کلا دو ساعت طول کشید دیگه. خب این رو هم یه وقت خدمت رو نشون بدیم که فقط بسم الله الرحمن الرحیم. این شده دردسر برای ما. ببین گوشت رو ببینید دیگه اصلا داره میپاچه از هم. خب اینو که از آون در میاریم خود روش میذاریم، میذاریمش کنار. به اصطلاح اینوری میگن گوشت ریلکس بشه، گوشت ول کنه خودشو، برای اینکه خب درجه حرارتش هم بوی گوشته و بیرون گوشته یکی بشه. معمولا برای استیک هم میگن چیکار کنین؟ گوشتو که روی گریل برمیدارین بذارین استراحت کنه. بذارید استراحت کنه. خب دوباره یکی اینقدر نگی خب اوکیه بگو دیگه. حالا اساس نشه. خب دوباره این بوجه حالا تاپینگش رو دیگه هر چی دوست دارید، یعنی حتما نباید از این تاپینگ بزنید. من این بوجه چیه؟ کوماتو.
این گوجه هستش که گوجه فرنگیه ولی به جای رنگ قرمز تقریبا میشه گفت سبز رنگه. ولی مزه جالبی داره، خوشمزه زاته. دیگه این رو در من باید میخواید خود کنیم تا صبح رو بزنیم. آقا این چاقو ساتور ما که همیشه همراهونه همه کار میکنه، یعنی گوش میشه خود کرد، پیاز میشه خود کرد، نمیدونم جای ساتور و سخون میتونی بشکنی. نه آخه اینجا از یه سری فروشگاه میخری اصلا احتیاج به شستن نداره. این جعفری آره روزی معمولا دو بار بعضی وقتا سه بار حتی میرن دوش میگیرن توی برکنان شلف های کجا بود؟ آره دیگه شلف ها دوش سر خوده، یعنی فکر کن چقدر خوب میشه. ببین تمام اونجایی که اینا زندگی میکنن دوشه. من که عشق حموم هستم میگم. بعد تو فکر کن توی حمومه، تو آشپزخونه، توی اتاق خوابه، همه جا دوش، یعنی تو عوض میکنی یه دونم اسمارت سیستم میذاری مثلا میگی دوش در اتاق خواب آب باز میشه. آره آب باز میشه قشنگ میشورتت. البته خونت هم باید ضد آب باشه، ضد آب و چیه بهش میگن همین پارمزان من دوست دارم. حالا دیگه میریزیم نمیریزیم. این هم یه مدل کره یه که امروز ما گرفتیم، غیر از اون یکی کره، کره یه که توش هرباینا داره، توش سبزیجات داره. آخه سبزیجات باقالی هم میشه سبزیجات. معمولا یه کوچولو از این گرد لیمون، نه گرد لیمون نمیشه، زست لیمون، زست لیمون رو این به اصطلاح سالاد تاپینگ رو میریزن. چه بوی لیمویی را افتاد؟ اون لیموه، بوی لیمو با اون گوشت با اون هروایی که به چیز داریم چی ها می کنن با اون خب اینو گذاشتیم اینجا، هم اکتازه میتونید بزنید میتونید نزنید و نون پرمونید، حتی میتونید نون لواش بگیریم بپیچه توش، هم میتونید تو کاهو بپیچید، هم میتونید تو نون بربری بپیچید، کلا میتونید بپیچید. مثلا نون پافتون بربری بعد مثلا روز پیفه ایتا میبرهش تحجیب نمیتونه. آره اصلا دیفرنت دیگه، چیزی هستش که هیچی هست نمیشین کاری نمی کنه. این بزرگه باره من ها بر من داره از الان بهت بگم این دیگه لاتاری نیست بگم نس نس. آه این قسمت ما نسبتاً حل شده. یه مقدار من دیگه بودم چون چندین سال در حرفه ساندویچ فروشی بودم، گفتم یه اعضایی درست کنم که توش ساندویچ هم استفاده شده باشه. خب حالا دیگه گوشت رو میاریم، این گوشت رو میاریم که اتون اگه یادتون باشه اون نخایی که بسته بودم که گفتم شیپ گوشت رو نگه داره، این
این پرایوری هم میتونید با برن با استخون بگیریدش، هم میتونید بدون استخون بگیریدش. خب این گوشت هستش که معمولا ما دست میزه ببینید یه مقدار چربیه، پینه چربیه که آب میشه مثل دنبه وسطش هست، توش هست. اینو به نظر من معمولا ما دست نمیزنیم. به چه دلیل؟ به دلیل این که اون چربیش گوشت اصلا خوشمزه میکنه دیگه. به قول آمریکایی ها fat means flavor. آره. حالا اینو همیشه به صورت استیک خورد، همیشه اینجوری شردتش میشه، شردت میشه چی؟ نه دیگه فارسیش اونه که منم گفتم ریشیش میشه رو کنیدش. ریش چش هم میتونید که میتونید اینا رو انجام بدید، بعد مثلا یه دونه رست اینقدر گرفت به اینجا رسیده، اینا هم میتونید بذارید توی یخچال خنک خنک شد، میتونید برید پیش بوچرتون، میتونید هم خونتون اینو مثل کالباس نازک نازک ببرید، مثل حالت روست بیف. هم سرد میشه خورد، هم میتونید تو کره تفتش بدید و دوباره بخورید. خیلی کارا میشه کرد. حالا ما یه مقدار فقط الان اینو کات میکنیم، یه تیکه بده تیست کنیم، ولی برای ساندویچ میشه به من شدر بدید. بله من الان بذار اینو وقتی کات میکنم، اگه میخواید این نگاه کنید وسط این برنامه عالی رو. اینا فتاشه، این گارلیک های بودش که من زدم تو و گوشت رو نگاه کنید میبینید چه جوسیه. این که میگم فشارش میدی آبش میاد. آره و نگاه کنید این گوشت با اینکه اینجوری جوسیه ببینید چقدر پخته، یعنی من دست اینو نگاه کنید. سو اینو حالا اینقدر نگاه داره میکنیم ببینم جون بیاید که عجب چیزیه. آقا من برعکس این که قصاب اصلا کارم با گوشته، خیلی هم باورشون نمیشه زیاد گوشت نمیخورم، گوشت میخورم ولی مثل خیلی آدم دیگه کمتر گوشت میخورم، ولی گوشت خوب و اصلا یعنی با لذت میخورم. مثل این یکی از تو دهن آف شد. دقیقا. حالا اینو میتونی الان با دست، یعنی ببینید میتونید با دست ریشیش کنید، میتونید با پا ریشیش کنید، میتونید هر جور ریشیش میخواید بکنید، با چاقو، با کارد، با چنگال، با گوشبو بریزید تو وان عمومتون، روش را برین، ارزم به حضور کلتون رو توش کنید، تو مولینکس اصلا چرخش کنی، هر کاری میتونید انجام بدید. این ببین اون لیموهایی که گذاشتم خودش آب شده رفتون تو، و این سیرایی هم که توش بود الان حالت رست شده، یعنی با اون گوشتا با همدیگه پخته شده. خب من دیگه آب دهنم هم داره میام. اینه الان مثلا این قسمتش سیره توش رد شده بود با لیمو. موقعی که داره مل میکنید و این تجزیه میشه، یعنی هر گازی که میزنید یه تست میاد توش. خب این یه مادر بگیریت داره، یعنی یه روزی اگه من بخوام برگردم به بیزینس فود یه ساندویچ بذارم فقط هم این فکر میکنم اوکی باشه. خب حالا من یه مقدار از این کرهه که بهتون گفته بودم که توش هرب هست روی نون میزنم، اینا همه دیگه پای خودتونه، یعنی میتونید هم بزنید هم میتونید نزنید، هم میتونید چربیاش رو جدا کنید بعد بخورین. خب یعنی نمیشه گفت باید حتما اون رو بخورید. ببینید این کره رو ما گذاشتیم روش. خب حالا اون به قول معروف تاپینگ هایی که درست کردیم
معمولا توی این غذا تاپینگ زیاد نمیریزه، یعنی حتی از کمیتش هم از کیفیتش، یعنی چند مدل میریزن نه از کف زیاد میریزن، فقط در حال بیشتر یعنی میخوان مزه گوشت یا توی ببینید. بعد این قصه اینجا قصه این چربیه رو مثلا ببینید، بعضی وقتا حالا درسته قلبت بگیره فلان اینا هستش، ولی بعضی وقتا حالا از 100 سال یه دفعه یه لذتی آدم ببره که فکر نمی‌کنم ایرادی داشته باشه. یه سس مینز اسپایسی هست که خوشم میاد، یه تاچ میکنی بعد یخ زد غذا 30 سال بعد. این بلک پپر رو چرا حتما بلک پپر روش گران بشه، برای اینکه وقتی فلفل سیاه رو اینجوری روش گران میکنی اون بو طعم فلفل و قشنگ الان به من داره پشت میده خفه بده من بخورم اینو. ببین یعنی یه شاهکار هنری این دار. خب پارمیزان برای چی بودیم؟ آورده بودم میشه پارمیزان روش بریزه، من چون همه چیزایی که خودم خوشم میاد روش بیزنم. معمولا من با پارمیزان چیز خیلی دوست دارم، ولی چدار یا اسموک پنیرایی که اسموک هستش با این خوب ده میخورمت گاز میزنمت. خب بریم ساندویچ خودت هم درست کن و بریم برای خوردن. آها الان برای خودم هم یکی من بکره نصفشو میخوری. خب این همه چیدیم که تو تصویر باشه دیم عکسه. آها خوبه. خب بعضی چیزا گریه داره میبینی؟ زیادم زیاد از یه چیزی دیگه خیلی سطح خوشحالیش میگذره میزنه زیر گریه. یارو مثلا دعاشو یه دفعه 30 سال میبینی یه پرورش گریه میکنم ناحت میده. این از اون ساندویچ های گریه داره من. به قولی اینجا یا سپیچلس شدم یه میخوام حتی حرف بزنم با اون تمامش کنم. آقا جدن یک بار امتحانش کنی، یعنی دیدید که چقدر این درست کردنش سخت بود. من فکر میکنم سخت در این رسمت این درست کردن این اون قابلمه هایی هستش که تو آفرین باید بیاریم بیرون. تا ما اینو تموم کنیم سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. من اعلی قول داده یه سری ویدیوهای آموزشی نکته های کلیدی گوشت و مرغ رو همون بگی که اونا هم رکورد کنیم که اگر تا موقعی که میاد بیرون باشه لینکش رو میذارم، یا اگه نه بعد از این باشه میره پایین تو دیسکریپشن. خوشحال شدیم. همیشه سیر و خندان باشیم. خودم کجام اومد من میگم قصابی رو ببند یه دونه روستوری ببین این